ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر به حواشی که برای ورود خانم ها در استادیوم به وجود اومده واکنش نشون داده و گفته اگر عدم حضور خانم ها در ورزشگاه ها مبنای دینی و شرعی داره نباید با نظر رئیس فیفا حرم خدا رو حلال می کردید. در غیر این صورت چرا باید ضمن پایمال کردن حقوق زنان ایرانی خودمون رو مسخره جهان کنیم؟ شما با گلاره انار سبز آشنایی دارین؟ گلاره با انار سبز داره برای زندگی سالم و وگان شدن تلاش میکنه. میترا حجار هم در همین رابطه با انار سبز فعالیت کرده. تا حالا اسم انار سبز رو شنیدین؟ هیچ وقت شده بخواین یه زندگی شاد و سالم داشته باشین ولی ندونین از کجا باید شروع کرد؟ سلام سلام. آدما به قول آلن واتس فکر میکنن که یه درخت استیکی هست و میرن استیکاشو میچینن میزن تو سبد خیلی خوشگل و بعدش نه اینطوری نیست. آدی بعد گفتی که چرا بچه رو گذاشتی کنار چون همه یا خوزید و گردو میگه آدم مشکلشو که بفهمه تو تر بیتونه ترکیم. سلام خانم آقایان، من یک معتاد هستم الان حالا از اون برم تولد 28 سالگی نجمه جودکی بوده. نجمه توسط هنرجوهاش حسابی سورپرایز شده. همه اینا یه طرف، شما دوست ندارید آرزوهای افسانه پارک رو برای مردم ببینید؟ امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد باشه، خوش باشین و مهمتر از همه اینه که سلامت باشین و در کنار خانواده و کسایی که دوستشون دارین باشین. مهمترین آرزو، بهترین آرزویی که میتونم براتون بکنم واقعا همینه. بعد از انتشار آهنگ جدید شرول Love Made Me Do It، حواشی آهنگ هم شروع شده. برای کسی که نمیدونن باید بگم که شرول کلی تو این آهنگ از عشقهای گذشتش و شیطنتهایی که کرده گفته. ولی چیزی که جالبه اینه که بعد از انتشار این آهنگ مجله استایل باهاش مصاحبه میکنه و ازش میپرسه چرا از شیطنتهای گذشتت گفتی؟ اون گفته من باورم نمیشه که همچین چیزایی رو گفتم، ولی گفته. خیلی هم دلیل اصلی این آهنگ رو جدایش از لیام پین میدونن. اولین فرزند کیت آپتون، سوپر مدل معروف و جاستین ورلندر پرتاب کننده بیسبال دقیقاً بعد از اولین سالگرد ازدواجشون به دنیا اومد. اونها اعلام کردن که فرزندشون دختر و اسمش رو جنویو آپتون ورلند گذاشتن. برمیگردیم با ادامه برنامه با ندا و مهرسان.